بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر. فمن علامة أحدهم أن شكر له قوة في الجن وحزما في الجن وإماما في يقين وحرصا في علم وَإِلْمًا فِي حَيْلٍ وَقَسْدًا فِي غِنَةٍ. در این مقطع از خطبه مربوط به صفات مستقیم 12 صفت به صورت هماهنگ بیان شده که 3 قسمت اون رو در بحث قبل تفصیل کردن، در سه قسمت هم در این بحث به خواست خدا تفصیل خواهد شد. اون سه قسمت اینها و حرصاً فی علم و علماً فی علم و قصداً فی غنا. افراد با تقوا در کسب علم و دانش حریص است و همچنین اونها علم را با علم همراه می کنند و علاوه بر اینها به هنگامی که بینیاز و قلمی می شوند میان روی را فراموش نمی کنند. بنابراین مسئله تحصیل علم شد و آمدن با علم شد و مسئله اقتصاد و قصد و میان روی به هنگام غنا. در تفسیر جمله اول کلمه حرص رو باید بهش دقت کرد. معمولا حرص به معنی علاقه شدید به چیزی هم علاقه این که بیش از حد عادی باشه. حتی در اعماق کلمه حرص یه خورده مذمت هم افتاده، علاقه افراطی و بی‌حساب به چیز. ولی به طوری که از موارد کلمه حرص در آیات قرآن استفاده می شود این است که اون معنی مذمت در باطن معنی حرص نیست، بلکه تا در کجا استعمال می شود. یا این فلانون حریصون بالمال، در مال حریصه. البته این مذمت داره چون متعلق حرص ماله. اما یه وقت میگیم حریصون فل علم، این اشاره به علاقه شدید و فوق العاده به علم و دانش. در این صورت بار مذمت در این لغت نیست. همان گونه که در باره شخص پیغمبر گرامی اسلام این تعبیر به کار رفته در قرآن، حریصون علیکم که از صفات پیغمبر قرآن میگه این است که برای هدایت شما حریصه، یعنی فوق العاده علاقه داره به این که شما رو هدایت کنه. حریصون علیکم. یا در جای دیگر قرآن میگه ان تحرص علی هداهم، اگر تو هر قدر حریص باشی در هدایت اینا. این تعبیر به هر در این آیات در مورد پیغمبر اکرم کار رفته. معلوم میشه معنی هر همون علاقه فوق‌العاده شدیده. حالا اگر به چیز خوب تعلق بگیرد خوب است، اگر به چیز بد تعلق بگیرد بد است، و اگر به چیزهایی که حد اعتدالش خوبه و حد افراطش بد است در اونجا هر بد میشه. مال علاقه
معتدل جان داشتن عیب نیست، اما علاقه افراطی داشتن عیب است. حرص در اینجا نبود. پس به حسب اون متعلق کلمه مفهوم کلمه حرص متفاوت بسیار. پس تعبیر مولا مطابق این جمله که در این حدیث است این است: افراد با تقوا در مسئله علم و دانش و کسب فضیلت حریف هم. این در واقع یکی از دستورات اسلام که علم و دانش و کسب علم و دانش رو در حد بسیار والا و بالا اسلام قرار داد. نمونه های از تعلیمات اسلام رو من در این زمینه خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم و سه هدف دارم. هدف اول این است که نظام ارزشی اسلام معلوم میشه اسلام برای چه ارزش قائله و برای علم و دانش تا چند دار. هدف دوم این است که سالیان دراز دشمنان مذاهب و ادیان مخصوصا مارکسیست ها تبلیغ کردن که مذهب افیون توده ها واقعا مذهبی که این همه دعوت به علم و دانش می کند این برای تخدیر و برای افیون آمده. اگر آمده باید خودش از علم دور بگیره، علم رو کنار بذار، راه خدا راه علم نیست. باید این رو بگه، به همچین چیزی نمیگه. پس معلوم میشه تمام اون تبلیغات دروغین و بی اساس بوده. اگر هم اساسی داشته درباره مذاهب ساختگی و اصطلاح این فرقه های زاله که میگفتن هر کسی یک کتاب تو کنش داشته باشد باید به اندازه 19 متر طلا یا نقره کفاره بده، جریمه بده. و این درباره اونا درست میشه. اما مذهب اسلام با این محتوای ارزشی با این نظامی که برای علم قائله این وحده ها و این پیرایه ها نمیشه. و سومین هدفی که در این قسمت دارم این است که معلوم بشود اسلام وقتی که صحبت از علم و دانش می کند چه مسئولیت سنگینی برای پیروان و با خودش فراهم کرده تا چه اندازه برنامه سنگین و تا چه اندازه مسئولیت آفرین است. بعد از آنی که ابعاد حرص علی علم رو در اسلام دانستیم، یه چند جمله هم درباره این که علم چی از نظر اسلام و عالم کیست، چند جمله هم درباره علم چیست و عالم کیست هم صحبت میکنیم. چه شده این وقت به جایی برسد این چون و اما در مورد اصل علم یا این تعبیر حرص در علم شده از وقتی نگاه میکنیم میبینیم از جمله چیزهایی که در اسلام هیچ حد و مرز و قیدی ندارد مسئله کسب علم و دانش و فضیلت. هیچ حد و مرز مرای اون نه حد زمانی دارد، نه حد مکانی دارد، نه حد از نظر مقدار تلاش و کوشش، نه حد از نظر استاد دارد، نه حد از نظر شکل کار دارد. حداقل در این پنج قسمتی که عرض کردم نامحدوده. شواهد این ها هم روشن است، گفتند و در کتاب ها نوشته شده است. از نظر زمان وقتی صحبت می شود اسلام میگه اطلب العلم من المحض الى اللحظ و این لحظ نلحظ. تاریخچه تحصیل علم از اون اولین لحظه زندگی انسان است که در گاه دارد و فارغ التحصیل شدنش همون موقعی است که چشم رو هم میذارد از دنیا میره تا پایان عمر از گهواره
تا گور یعنی حد و مرز نداره، تمام دوران عمر انسان رو کاملش. و خب دقت کنید یه معجزه است برای اسلام. اسلام از محیطی برخاست که در اونجا علم و دانشی نبود. تمام با سواده هایی که در شهر مکه بودن، یعنی خوندن و نوشتن ساده و بلد بودن، میگن 17 نفر بودن. مکه مرکز جزیره العرب بود، پایگاه مهم فرهنگ اونها. تمام کسانی که خوندن و نوشتن و در این پایگاه بزرگ تو این شهر بزرگ مرکزی و پایتخت عربستان میدانستن، خوندن و نوشتن 17 نفر بودن. از چین محیطی چین نظامی برمیدن این خود یه معجزه نامحدود بودن از نظر مکان. اما حدیث معروف از اطلب العلم ولو به سین، تحصیل علم و دانش کنید ولو تا چین هم بروید. کلمه چین هم به خاطر این بوده است آخرین نقطه آباد شناخته شده دنیای اون روز کشور چین بود، ماورا اون شناخته نشده بود. یعنی تا آخر دنیا هم بروی خزاگار هم حد و مرزی در اینجا. از نظر مقدار تلاش ما چه اندازه به هم برای کسب علم و فضیلت بدیم میارده؟ اسلام میگه به هر قیمت، به هر بهان، به هر مبلغ. حدیث معروف اطلب العلم ولو به سبک المهج و حوض لجج. مرحوم صاحب معالم در مقدمه معالم ظاهرا این حدیث رو دارد. حدیث معروفی هست کسب دانش کنید ولو به این که در اعماق دریاها فرو برید. در اون زمان رفتن اعماق دریاها کار خطرناک بود. حداقل سبک محض موجه یعنی خونی که در درون قلب انسان، اگر خون درون قلب به میزد خالی بشود مرد انسان، یعنی به دونت جا میتونم باشه آدم بشی، دانشمند بشی، آدم بشی، چیزفه بشی. و اما از نظر استاد، استاد من مسلمان یا غیر مسلمان، حدیث معروف جواب من میگه، میگوید الحکمت ضالت المؤمن اخذها حیث وجدها. دانش گم شده آدم با ایمانه، آدم گم شده شد دست هر کسی پیدا کرد میگیرد، دست مسلمان باشه یا نامسلمان باشه، حتی اگر در دهان حیوانی ببیند دهان حیوان گم شده شد در میارد. بنابراین مهم علم است. البته در موقعی که دوران باشد مخیر باشیم در داخل ممالک اسلامی در دانشگاه های اسلامی جوانان ما درس بخونن یا به خارج برن، همراه علم و دانشی که اونجا خوندن یه مقدار از فرهنگ اونها تو اعماق فکرشون نفوذ کنه قلب زده برگردن. خدام وقتی دوران هم بشه این طرف اولویت داره، وقتی این شکی نیست. ولی صحبت این است که اگر من دانش رو منحصراً در دست غیر مسلمان دیدم، نباید به خاطر این که دانش در دست غیر مسلمان از چشم پوشی بکنم. علی حکمت ضالت المؤمن گم شده منه، گم شده من مال من، من هر کجا پیدا کنم باید بگیرم بردارم. و اما از جهت این که شکل و محتوای علم و دانش چگونه انسان علم و دانش رو بیاموزد، آیات قرآن تعبیرات مختلفی داره. دیگه برای گرفتن درس عبرت و آموختن دانش
می شود از آدمی استفاده کرد، از پیامبری استفاده کرد، می شود خیره در عرض کرد، آثار گذشتگان رو دید، شهرهای نابود شده، ملادیده، عذاب کشیده، اقوام منحرف و گیشین رو دید، از اونها علم و دانش یاد گرفت، شکلش فرق نمی کنه. از معلم، از خیر در عرض، از تجربه شخصی، از آثار بلا و عذاب گذشتگان، از هر نظری باشد، شما کسب علم و دانش کن، شکل و طرز آموختن فرق نمی‌کند. ملاحظه می‌فرمایید این نامحدود از تمام جنبه‌ها و در تمام ابعاد و این یه نظام ارزشیست در اسلام که برای علم چه وزن والای قائل است. در محیطی که مطلقا علم و دانشی نبود نظام آشکار بشود و این چنین مدافع و حامی و طالب و مبلغ و طرفدار علم در اینجا برای تکمیل این وقت من یه حدیث بخوانم و این قسمت از وقت تکمیل بشه. حدیث همون حدیثی است که مرحوم صاحب معلم هم در مقدمه معالم نقل کرده است. اصل حدیث گویا از وجود مقدس خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله در این حدیث میگه طریق علم جاده دانش جاده بهشتم، من سلک طریقم یطلب فیه علمم سلک الله به طریقم الی الجنه. کسی که راهی رو به پیماید که اون راه راه علم و دانشیست، علم و دانشی را به او بیاموزد، خداوند راه سوی بهشت به روی او باز میکنی. پس راه بهشت راه علمه، راه جهنم راه جهنم. و این الملائکه لتضع اجنحتهم لقالب بهشت، فرشتگان آسمان بال و پر خود رو بر سر راه دانشجویان و دانش آموزان و طلاب پهن میکنن. اینا از روی بال و هر ملائکه رد میشن و به سوی مدرسه و دانشگاه و مرکز کسب علم اوج مطلب رو میگه تا چه حد ارزش تا چه قدر والاست. خوی همون ملائکه هستن که برای آدم تجده کردن به خاطر علم است. چه جای تعجب که بال و پر بگسترانند بر سر راه فرزندان دانشجو و دانش طلب و دانش آموز آدم. و ان الملائکه لتضع اجنحتهم لطالب العلم. و آخرین جمله و انه لیستغفر لطالب العلم من فی السماوات و الارض حتی اون که فی البحر. تمام موجودات زنده زمین و آسمان برای طالبان علم استغفار می کنند، حتی ماهیان دریا، حتی ماهیان دریا. در آدمی که برای خودشون آگاهی خاصی دارن تصویح خدا میگوین، حمد خدا میگوین، استغفار هم برای دانش طلبان میکنن. این آخرین حد روایات زیاده. من بعد چند نمونه مختصر رو از تو از مجموع اینها میفهمیم علم و دانش در اسلام یک حد خیلی والایی دارد. پس اگر مولا فرمود هرسن فی علم تعبیر به هرسن، معلوم میشه تعبیر دیگه نبوده، اون علاقه فوق العاده و شدید پرهیزگاران بهم. و البته این جمله رو هم عرض کنم، علم و دانشی که در آیات و روایات از آن بحث شده بعضیاش خصوص علوم دین و معارف اسلامی است مسلم، ولی چنون نیست که همش مقید به این قید باشد. قسمت های زیادی از آن گسترده آم هر علم و دانش رو شامل می شود. دنبال دانش دارید تا چین
در چین حوزه علمیه مذهبی مسلم نبوده، معلم قرآن و مفسر قرآن هم حد اقل در اون زمان و نه در این زمان در چین نبوده. لابد این علم و دانشی که بهش توصیه می کند که تا چین هم پیداش کنید یا در اعماق دریاها پیداش کنید، علم و دانشی که اعماق دریاهاست اونجا بحث علوم اسلامی نیست، علوم و دانش های از اسرار جهان خلقت اسلام دعوت این علم هم سلمن کرد. و ما الان وقتی می نشینیم حساب می کنیم می بینیم چقدر مهم این مطلب. اگر مسلمانان در جنبه های علم روز واقعا ضعیف و ناتوان باشن، چاره جز این ندارن کارشناس و مردهای متفکر از خارج وارد شد و می دانی چه ضایعاتی هست با آمدن اینها. در زمان طاغوت وقتی این کارشناسان خارجی میخواستن بیان و اون علماشون رو برمیداشتن اینجا میآوردن دانشمندان، چه توقعاتی داشتن، چه انتظاراتی داشتن؟ به ما خبر دادن در همین بندر عباس گفتن یه مرکزی از بوتری همین و در اونجا خیلی آلوده از نظر مشروبات الکلی، از نظر مسائل جنسی فوق العاده. گفت چرا تو دروازه مملکت این چنین باشه؟ مال زمان قبل از انقلاب عرض میکنم. گفت آقا ما کارشناسان خارجی که میان اول میان اینجا، ما اگر وسائل اونها رو فراهم نکنیم و دلال اونها نباشیم کار برای ما نمی کنم. کار انسان مسلمان به جایی برسد برای این که از علم و دانش اون کارشناس استفاده کنی هم به چه کارها که دون شأن یک بشر، نه یه مسلمان، یه بشر با شرافت لیست حقوقهاشونه که اون وقت امضا میکردن علاوه بر پوله هایی که برای حقوق و مزایا و خارج مرکز و بساطا میگرفتن، یه ماده هم بود که وقتی ترجمه میشد میشد حق توحش. یه مبلغی میگرفتن، ما در میان یه قوم وحشی رفتیم و جانمون در خطر هست، در مقابلون حق میگیریم، اونها به حق توحش داریم. خارج از مرکز ولی آب و هوا حق توقف. وقتی ما محتاج به علم و دانش دیگران بشیم سرنوشت اون بهتر از این نخواهد. اینجاست که باید جوانان با ایمان مسلمان بکوشند و بکوشند و به حد خود کفا برسانند همه ممالک اسلامی رو. اگر هم میخواییم کارشناس بیاریم، چون علوم تقسیم شده شاید ما نتونیم در تمام رشته ها متخصص داشته باشیم، ما در رشته های نفت متخصص میرسونیم، میفرستیم به کشورهای دیگر، اونا در رشته کشاورزی متخصص، یعنی از ممالک اسلامی یا اقل مبادلات کارشناسی بین ممالک اسلامی بشه. خودمون کارشناسی ها رو تقسیم کنیم و جوانان خودمون در فنون مختلف بلند و آگاه بشن. این جوانان مملکت ما وقتی میرن در مبادک خارج، در دانشگاه ها در خیلی از رشته جده ردیف های اول هم. یعنی ما استعداد کم نداریم، استعداد به حد کافی داریم. از این استعدادها باید بحث برداری کافی بشود. مسئله دعوت به علم همش جنبه علم دین ندارد، علوم دیگر هم با توجه به یه مقدم جنبه علم دین پیدا میکنه، چون در مسیر حفظ ممالک اسلامی و کشورهای اسلامی و نباید این مسئله رو از نظر دور دار. از همه اینها میخوام بگم مهمتر این است که این کارشناسان خارجی خیلی هاشون جاسوس هم هستن، یعنی دو شغلی هم. یک متخصص مثلا مسائل کشاورزی و مسائل نفتی، در این حال جاسوس سیاه هم به حقوق میگیره، اشکالی هم نداره و میاد چه کارهایی میکنی، چه ضایعاتی به بار میآورن و از عمال نفوذی اون چه استفاده هایی میکنن. نه که این مسئله رو باید خیلی جدی ما بگیریم و برخوردیم جدی با مسئله
مسائل مربوط به دانشگاه ها داشته باشیم. یعنی همان گونه که به مسائل مربوط به حوزه های علمیه جدی باید برخورد کنیم، با مسائل مربوط به دانشگاه ها هم باید جدی برخورد کنیم. در هر دو قسمت باید سرمایه گذاری حسابی باشه. هر دو مسئله حیاتی برای اسلام، برای انقلاب اسلامی، برای جمهوری اسلامی و برو برگردم به اصطلاح نداریم. خب این را که به این بسید در اینجا نتیجه این میگیریم که واقعا یه مملکت اسلامی یه مملکتیست که باید همشون اهل مطالعه باشه، همه جا کتابخانه باشد، همه جا مدرسه باشد، همه جا مبارزه با بی سوادی باشد، همه جا تلاش و کوشش در راه کسب علم و دانش باشد. نکنند یا خدایی نکرده ما بیاییم مسائل مربوط به علم و دانش بذاریم در اون درجه بعد. مسائل ورزش خوبه، مسائل هنر اسلامی خوبه، اما مسائل علمی برای مملکت زیربناست. اولویت ها رو در این قسمت نباید فراموش. و اما بریم سراغ این سؤال از نظر منطق اسلام عالم چیه و علم چی؟ آیا فراهم شدن یه سلسله محفوظات و یاد گرفتن یه مش معلومات فرموله ها از انسان یه عالم می سازه یا عالم از نظر منطق اسلام یه معنی دیگری داره؟ نمونه های از آیات و روایات من می خونم، خودتون نتیجه گیری می توانید بکنید. در اون آیه معروف که همه می دانیم و شنیده ایم، این نمای الله من عباده العلماء، لنش این است علماء هستند که خوف و خشیت و خدا ترسیم و تعهد و مسئولیت. از این آیه خیلی خوب استفاده میشه. عالم کسی است که خدا ترس، عالم کسی است که متعهد، عالم کسی است که خود را در پیشگاه خدا مسئول میداند، مسائل را بر دوش خودش میداند. عالم این میگم. یا مثلا در اون خطبه نهج البلاغه وقتی علی علیه السلام میخواهد بی اعتنائیش رو به مقام خلافت بیان بفرماید، میفرماید من اگر قبول کردم خلافت ظاهری بر شما رو به خاطر یه پیمانیست که خدا از علما دلم و ما اخذ الله من العلماء الا یقال على کذب ظالم ولا فقد مد. خداوند از علما و آگاهان هر قوم و ملت پیمان ده در مقابل شکمبارگی ظالمان و گرسنگی مظلومان سکوت نکن. یعنی عالم مساویست با دشمن ذات، عالم مساویست به حامی مظلوم. مؤاخذ الله علی العلماء، علما دانشمندان آگاهان هر قوم هر ملت خودشون مدیون در مقابل مظلومین جامعه و گرسنگان و قشرهای مستضعف و محروم میدونن و خودشون مدیون در مقابل دشمنی با ظالمان میدونن. آدمی از نظر اسلام آدمی چی؟ کسی یک احساس مسئولیتی در درون جانش شعله بر باشد. حدیثی از امام، حدیثی از پیغمبر اکرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای تکمیل این بحث عرض کنم. فرمود
این حدیث رو از محجت البیضا جلد یک صفحه 146 نقل میکنم. من ازداد علما و لم یزدد هدم لم یزدد من الله الا بعدا. تکرار میکنم حدیث رو. من ازداد علما و لم یزدد هدم لم یزدد من الله الا بعدا. دوری از خدا فهمی نخواهد. معلومش علم از نظر منطق اسلام اون علمیست که همروش با هدایت پیش بره. اگر هدایت در اون نباشد جز بعد و دوری از خدا اثر و نتیجه نخواهد. و بالاخره اون حدیث رو هم که همه میدانیم العلم و نور یقذف الله به قلب من یشاء. مرحوم فیض کاشانی در مقدمه وافی این حدیث را نقل میکنه که این نور هر کجا باشه روشن. اما کسی که یه عده معلوماتی داره و کارشناسی را هم در سرحد داری بلده در رشته از رشته ها اما هیچ گونه تعهد مسئولیتی ندارد، این ممکن است اهل خبره باشه ولی عالم با محتوای کلمه عالم در اسلام این واجب برای او درست نیست. عالم بلکه تعبیر زیباش همان است که قرآن داره. عجب تعبیر کمت لله مار یحملو اخلا. عالم آن است که این تو قلبش. اما کارشناس ممکنه باشد عالم مسعود متعهد نباشد، این تو قلبش نیست. مثل کتابه هاییست که مردوش یک حیوان سوار میکنه. یحمل اسرارا تو دل و جان این حیوان نور علم و دانش نیست ولی بار سنگین علم رو بر دوش میکشد. ممکن است این حیوان کتابه ها رو از این نقطه دنیا به اون نقطه دنیا ببرد، از این خانه به اون خانه ببرد. مردم هم استفاده میکنن، بهره هم میگیرن از این حمل و نقل. اما خود این حیوان چی؟ هر سوزن بحقی ندار. عالم غیر متعهد، عالمی که خوف خدا در قلب او نیست، همین حیوانیست که باربر است و علم رو از جای به جای میتونه منتقل کند بدون این که از نور علم و دانش خودش بحقی است. و بنای بزرگ دنیا از دست همین آدمه هایی هستن که کمثل الحمار یحمل اسفارا هستن. چه می کنن؟ اینا نگاه می کنن بینن در کدام مؤسسه و مرکز پول بیشتر بشون می دن. تمام وجودشون مبادله می شود با دلار. اگر می بینن کدام جا دارن داروی حیات بخش درست می کنن، دارویی که جامعه میلیون‌ها نفر انسان نجات میده. مثلا حقوقش اونجا در ماه مثلا $10,000 میده، اما یه کارخانه اون طرفش هست دارد افزای شیمیایی میسازد و سائل نابود کننده و شهر درست میکنه. $12,000 میده تا اونجا بتونه بره. اینجا نمیده عالم نیم، یخش الله نیم، تحضیبی به خدا نسپرده، یحمل و اسفارات. بلای دنیا هم از همین دونه است که علم و دانششون در خدمت همون زندگی پست مادیشون است و ناقب اون چیزی در دنیا نمیفهمن. تمام وسائل مخرب دنیا به دست اینا ساخته شده. چوری هم نبود. به هر صورت تا اینجا رسیدیم به این مطلب که مولا علی علیه السلام مطابق این بیان می فرماید پرهیزگاران کسانی هستند که حرصند که اهل علم و دانشند منتهی فوق العاده علاقه دارند. هر کسی اندازه خودش و اندازه توان
و همه دو جمله دیگر را هم من بشنده قبل از آنی که وقت اون تنم می شود تفسیر فرمون و علمم بله و علمم فیه علم عرض کردم فی در این جاها به معنی معا تفسیر شده یعنی علم همراه با علم مسئله هم در بخش های قبل بود در اینجا هم تکرار شده تأکیدیست در اون معنا آدم و دانشمندی میتواند مفید به حال خود و جامعه باشد و مشکلی را حل کند که علم و دانش او با مسئله علم و حوصله و فقر و استقامت و تحمل در مقابل شدائد و مشکلات همراه باشه. اگر همراه نباشد نمیتونه جاهلی را دانشی بیاموزد. حدیث معروف رو شنیده این که ما بعث الله نبی هم الا و قدر الغنم که هیچ پیغمبری مبعوث نشد مگر این که یه دوران چوپانی داشته. پیغمبر اسلام هم دورانی چوپانی داشت. روایت اول قال رسول الله در مسند عمران در باره بعضی از انبیاء دیگر ابراهیم خلیل چرا اینها باید در زندگانشون دوران چوپانی باشه؟ دلیل اولش این است اینا میرن تو این بیابان در این عالم طبیعت در این اسرار آفرینش عرض میشه و آن چه باید از معارف میاموزن در اینجا میاموزن و دلیل دیگر حلم و حوصله و صبر در مقابل افراد نادان رو باید تجربه کنید و بداند فرد اگر در مقابل یه عده نادان لجوج متکبر خودخواه جسور بیادب مرد عالم دانشمندی قرار گرفت از کوره در نره چوپانی انسانهای نادان رو هم بلد و علمم فیه و اما آخرین جمله که جمله مهمیست و بحث زیاد داره من فشرده عرض می کنم قصدن فیه نا یعنی در موقعی که بینیاز رقمی می شه میان روی رو فراموش نمی کنم در مقابل نفت و اقتصاد چیه؟ در مقابلش میدانیم دو واژه اسراف تبذیر افراد با تقوا اهل اسراف و تبذیر نیستن. قرآن هم جلو اسراف رو میگیره هم جلو تبذیر. در یک جا میگه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین آیه 27 سوره اسراء تبذیر کنندگان برادران شیطان هم یعنی همون کارهای شیطان هم که تخریب است و گمراهی در جامعه انسانیت پیاده می کنند و در جای دیگر هم راحت زرکل با حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیر آیه قبلشه آیه 16 و ان الله لا يحب المسرفين یا ان المسرفين هم اصحاب النار سوره غافر آیه 143 ان المسرفين هم اصحاب النار اهل دوزخ در اینجا من یه حساب ساده و روشنی عرض کنم اینو دقت بفرمایید. در کره زمینی که ما زندگی میکنیم منابع غذایی و حیاتی زیاد اما این اشتباه هست کسی خیال کند منابع حیاتی روی زمین نامحدود. نه، خداوند سنتش بر این بوده که این منابع رو در یه حد محدودی قرار ده. اگر این منابع محدود کره زمین عادلانه توزیع بشود تمام انسان ها میتونن از یه زندگانی آبرومندی بهره‌مند بشن. اما هر کجا اسراف و تقدیر و
به هم خوردن عدالت اجتماعی باشه، حتما در یه گوشه دیگر دنیا، در گوشه دیگر حتما یه فقر و بنده حتما. یعنی محیط زیست آلوده نکنید، هوا رو آلوده نکنید. تو حق نداری یه موتور سوار بشی تمام فضای خیابان رو دود کنی بری، تو چقدر سهم داری توی هوا؟ چرا؟ چون اکسیژن هوای زمین محدود، آبهای دریاها، موجودات زنده اونها محدود، منابع کشاورزی محدود، منابع زیر زمینی محدود. اگر تقسیم عادلانه بشود در کره زمین، مردم دنیا در زیر پرچم عدالت اجتماعی زندگی کنند، میتوانند همه زندگی سالمی داشته باشند. اما اگر یه طرف اصراف و تبذیر شد، در طرف دیگر درستی حتما خواهد. همین چیزی که اخیراً در جرائد منتشر شد درباره اون دلال اسلحه معروف، که فقط دلال اسلحه نیست و دلال خیلی چیزها در سطح جامعه هست، نمیشت گفته بودن در وسایل ارتباط جمعی دنیا هر شبانه روز مخارج شخصی او 500,000 دلار، یعنی 50-60 میلیون تومان با پول ما. یعنی یه انسان، یه خانواده در 24 ساعت 50 میلیون تومان خرج میکنه. حالا اگر این رم، این نکبت‌های دنیای سرمایه‌داری غرب، اینا سندهای جنایت این سرمایه‌داری. وقتی یه طرف دنیا اینطوره، چه جای تعجب که میشنویم در گوشه دیگر دنیا گروه گروه در آفریقا، در اتیوپی، در جنوب سودان گروه گروه از گرسنگی میمیرن. وقتی عدالت اجتماعی نباشد، یه طرف دنیا اگر بخواد این چنین بازی کنه، طرف دیگر دنیا نابود شدن گروه زیادی. در عرض سال آمار رسمی نشون میده میلیون ها انسان میمیرند و دلیلی جز گرسنگی برای مرگ اونها نیست. چشم این دنیای حامی حقوق بشر روشن باد، چون قبول دلال ها رو در دامان خودش پرورش میدهد و این بها رو هم دنیای بشریت مظلوم باید در مقابل اون دلال ها بپردازند. ثروتمندی در آمریکا زندگی میکرد که در جرائد نوشته بودند هواپیما بیشتر آمدش تو هواپیما مصرف میشد، هواپیما رو خصوصی داشت این طرف اون طرف برای رسیدی کار تو هواپیماش استخر شنا داد. حالا فکر کنیم چی باید باشی همچه هواپیما؟ وقتی در دنیای همچه آدم های زندگی میکنن، اون طرف دنیا این همه میمیرن، جای تعجب نیست. در یه سمت دنیا سرمایه داران پول پرست میلیون ها میلیون مواد غذایی رو به دریاها و اقیانوس ها میریزن تا نرخشون نشکند، درآمدشون کم نشه. گندو چره مواد غذایی حیاتی میریزن در اون طرف دنیا اون همه این ند مبدلین کام و اقوام شیاطی، اینا برادران شیطان هم دیگه بستن، یا خود شیطان هم یا برادران شیطان. و آخرین جمله این ند مطلقین هم اصحاب و ناز، ما اصحاب آتش هم تو دنیا هم به آتش می سوزن سر انجام، و یه چیمون دنیا های قابل تحمل به نخره نخواهد بود تبدیل به آتش بشن آمی شود. در اونجا با سخنهای دیگری انشاءالله در بحث آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آله. کجا آرند دلی راملی مسی جمیلی، که فیض
توبتك از دل برد غبار زمین خلیل پشت کنی در زمان همان از